ایده فطر یمنی ها در حالی سپری شد که در کمتر از دو ماه در حدود دویس هزار نفر از آنها در پی تخریب زیر ساخت های این کشور به دلیل حملات اعتلاف عربستان سعودی به بیماری وبا مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در یکی مشترک تاکید کرد که شیوع بیماری وبا در یمن نتیجه مستقیم بیش از دو سال درگیری شدید در این کشور است. این بیانیه میافزاید انهدام زیرساخت های درمانی و آبرسانی و ها در یمن موجب شده که چهارده میلیون یمنی از دسترسی به آب سالم محروم باشند و این امر منجر به گسترش بیماری وبا شده است. همچنین افزایش سوء تغذیه کودکان یمنی باعث شده که آنها بیشتر در معرض این بیماری قرار بگیرند بر اساس این بیانیه بیماری وبا تقریبا به همه استانهای یمن رسیده و تا کنون جان 1310 نفر را گرفته است که یک چهارم آنها کودک هستند لازم به یادآوری سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود که شمار مبتلایان به بیماری وبا در یمن ممکن است در ماه سپتامبر از مرز 300 هزار نفر تجاوز کند این سازمان همچنین اواخر ماه می درباره فروپاشی اوضاع انسانی یمن هشدار داده و اعلام کرده بود که بیش از 17 میلیون نفر در یمن با کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 7 میلیون نفر نیز در آستانه قحطی قرار دارند حمله ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی به یمن با هدف بازگرداندن قدرت به عبد منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور وارد سومین سال شده و در سایه سکوت و حمایت قدرت های جهانی از عربستان سعودی زیر ساخت یمن از بین رفته و تاکنون ده هزار تن از شهروندان کشته و مجروح شدهاند.